با کارشناسان. سلام و درود دارم خدمت تک تک شما عزیزان. در جای جای گیتی پهناور، دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی هستم، با برنامه دیگر در حضور شما بزرگواران. در دوران کرونا و مسائلی که این پاندمی کرونا برای دنیا ایجاد کرد و به هر حال حالا روند طبیعی زندگی انسانها رو از یک حالت روتینی که وجود داشت خارج کرد، به یک روند دیگری که ما خیلی هم باش آشنا نبودیم وارد کرد، از دست دادن عزیزان، اطرافیان، دوستان در سراسر دنیا، اونهایی که در جاهای مختلف زندگی می کردن، خبردار شدیم که فوت کردن، به دلیل کرونا فوت کردن، از بین رفتن. همه اینها یه مقداری بحث سوگ و سوگواری رو شاید مطرح کرد که اساساً این سوگ و سوگواری و عزاداری ها، از دست دادن، مفهوم و معنی از دست دادن چیست و انسان در چه حالتی قرار میگیره وقتی که از دست میده، حالا عزیزی رو از دست میده، بخشی از زندگیش رو از دست میده، بخشی از بدنش رو از دست میده. اینها مطالبی بود که من رو به این فکر داشت که با دوست عزیزی و کارشناس مهمانی که در این رشته داره کار میکنه، تحصیل کرده و داره کار میکنه، صحبتی بکنم و برنامه امروز رو بگذاریم راجع به موضوع از دست دادن و در پی اون به نوعی سوگ و سوگواری کردن. موضوع مقداری موضوع سختی است، ولی من مطمئنم که اگر ما نسبت بهش آگاه باشیم و دانش داشته باشیم و مطلع باشیم، به خودمون و یا اطرافیانمون خیلی بیشتر میتونیم کمک بکنیم در درک بهتر موقعیتی که یا ما خودمون درش هستیم یا اونها هستن، و بتونیم اون مراحلی رو که در پیش داریم رو با امنیت بیشتری سپری بکنیم. اینه که این موضوع به نظر من موضوع بسیار مهم است. اجازه بدید به سراغ کارشناس مهمانمون بریم، خانم کیانا نعیمی. اول به شما خیر مقدم میگم کیانای عزیز. درود به شما جناب رؤوفی. خوشحالم که در برنامه شرکت کردید، دعوت بنده رو پذیرفتید و با وجود مشغله کاری که زیادم هست، اما پذیرفتید که این ساعت رو در خدمت شما باشیم. خانم نعیمی عزیز به عنوان مددکار اجتماعی دارن فعالیت میکنن، کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس خودشون رو در زمینه مددکاری اجتماعی یا سوشال ورک دریافت کردند از دانشگاه ایالت کالیفرنیا، شهر لس آنجلس یا UCLA، و مدت زمان خوبی رو، طولانی رو در زمینه سلامت نوجوانان با منطقه آموزش و پرورش شهر لس آنجلس فعالیت کردند. با سربازان همکاری داشتند از لحاظ کمک کردن روان درمانی به اونها، و همینطور در حال حاضر پژوهشگر و محقق بحران و سوگ هستند در بیمارستان کودکان لس آنجلس، و همینطور کارشناس سلامت روان هستند در سمل نوروساینس اینستیتیوت در UCLA. کیانا جان، من سالها پیش در سمل اینستیتیوت فعالیت داشتم و در زمینه تستینگ و اسسمنت با دوستان همکاری میکردم، و یکی از تست هایی هم که ما انجام میدادیم وادا تستینگ بود که افرادی که از اپیلپسی رنج میبرن قبل از اینکه بخوان به پروسیجر جراحی وارد بشن، و این وادا تست در موردشون انجام میشد که ببینن اون قسمتی از مغز که قرار برداشته بشه به دلیل اون امواج غلطی که داره از خودش صادر میکنه، چه اتفاقی ممکنه برای بیمار بیفته. و تست بسیار جالبی بود که ما این رو در سمل اینستیتیوت انجام میدادیم. خوشحالم که شما همچنان با این دوستان در UCLA همکاری دارید. خب بریم سراغ سوال اول، و این که اساساً بفرمایید که از دست دادن
و سوگ و سوگواری یا گریف تعریفش چیه و به چه گفته میشه؟ ممنون که منو به برنامه خودتون دعوت کردید. سوگواری یا همون گریف یه پاسخ کاملا طبیعی است به هر تغییر مهمی که در رابطه های ما ببخشید ایجاد میشه، و اون تغییر میتونه در رابطه با یه شخص، مکان، شی، خاطره و یه وابستگی باشه که از ما گرفته میشه. و نکته دوم اینجاست که سوگواری یا همون گریف یه سری از پاسخهای احساسی emotional فکر میکنم شناختی یا cognitive باشه، اساسی functional و رفتاری یا behavioral هستش که again کاملا طبیعی است، چون یه چینج یا یه اتفاق بزرگی در زندگی ما افتاده. و بذارید اینو هم بگم براتون که فرق بین سوگواری یا عزاداری چیست. سوگواری احساس درونی ماست و عزاداری کردن یا زاری کردن نشان دادن اون احساسات هست. در بعضی از فرهنگ ها مثل ما ایرانی ها دوران عزاداری رو بیشتر میشه دید، ولی برای محدودیت زمانی کمیه، و بعدش اون گریفه یا احساسات درونی ماست که با ما میمونه. میدونم توی ایران مراسم های وقتی عزیزی رو از دست میدیم، مراسم های سوم، هفتم، چهلم رو با بازماندگان جمع میشیم و عزیز از دست داده رو یاد میاریم. ولی بعد از اون 40 روز چه اتفاقی میافته؟ آیا این است که تمام احساسات ما از بین میره؟ و خیر، اون گریفه که با ما میمونه. بله، ممنون. بسیار بسیار تعریف خوبی رو شما ارائه کردی که سوگواری احساس درونی است و عزاداری نشون دادن اون احساسه. و این دو با هم تفاوت خوبی رو داره. اما خب ما به از دست دادن اشاره میکنیم، اینی که گاهی وقتا من فکر میکنم که شاید اصلا مهاجرتی که 20 و چند سال پیش من خودم کردم از ایران، جایی که بزرگ شده بودم، مدرسه رفته بودم، دانشگاه رفتم و آمدم به امریکا، به نوعی یه چیزی رو از دست دادم، یک تکه ای از زندگی، یک سری از دوستانی رو که 20 و چند سال پیدا کرده بودم، اون رو از دست دادم. این هم آیا از دست دادن محسوب میشه؟ این هم آیا به نوعی سوگواری داره؟ و یا داشتم فکر میکردم که افرادی که ممکنه عمل جراحی انجام میدن و قسمتی از بدنشون رو از دست میدن و ممکنه اون رو از اونها جدا میکنن، و یا به دلایل اقتصادی ممکنه تجارتشون رو از دست میدن، خونهشون رو از دست میدن. و خب اکثر اوقات ما وقتی از عزاداری و سوگواری صحبت میکنیم بیشتر به فکر این هستیم که یه نفری که عزیزی رو از دست میده، ولی خیلی وقتا واقعا این از دست دادن و لاس میتونه به موقعیت اجتماعی، به امکانات، به سلامتی، به اینها هم برگرده. میخوام از شما بپرسم ببینم که اصولا ما چه جور از دست دادنها یا لاسی داریم، انواعش چه هستند؟ خیلی خوشحالم که این موضوع رو از من میپرسید. همون که خودتون گفتید، یکی از دست دادن ها از دست دادن عزیزی است که یا قابل پیش بینیه یا غیر قابل پیش بینیه. ممکنه ما عزیزی رو به خاطر بیماری از دست بدیم و ممکنه به خاطر یه حادثه تصادف. و در این رابطه میشه گفت که فوت، طلاق، جدایی از رابطه عاشقانه یا یه دوستی معمولی و البته از دست دادن حیوانات خانگی هم مجموعه از دست دادن حساب میشه. نکته دوم، همونطور که شما خودتون اشاره کردین، نکته ضررهای مالی است که شامل از دست دادن شغل، محل سکونت و ورشکستگی میشه. نکته دیگر از دست دادن سلامتی من هست که خودتون هم بهش اشاره داشتید و
انواع مختلف سلامتی و البته ناباروری هم اینجا باید به حساب بیاریم. و مورد اهمیت بعدی نقطه یأس و ناامیدی هست که میتونه در زندگی شغلی یا شخصی ما به اتفاق بیفته و باعث سوگواری یا همون گریف بشه. ما اگه هدفمون این باشه که تا یه سن خاصی یا یه تایم یا زمان به خصوص یه کاری رو بخوایم انجام بدیم و به یه هدفمون برسیم و بنا به هر دلیلی اون اتفاق نیفته، ممکنه ما دچار گریف یا سوگواری بشیم و البته از دست دادن روال زندگی هم میتونه باعث گریف یا سوگواری ما بشه، مثل حادثه ناگوار زلزله، آتش سوزی، سیل و آف کورس کووید 19 یا همون کرونا که در 2 سال اخیر به جهان ما آمد و واقعا زندگی همه ما رو عوض کرد. خب این یه سوالی که مطرح میشه این هستش که حالا این سوگواری که اتفاق میفته در اثر از دست دادن، یعنی ما یه چیزی رو، یه کسی رو، یه موقعیتی رو از دست میدیم و وارد سوگواری میشیم، آیا این سوگواری رو ما میتونیم، این گریف رو میتونیم به عنوان یک بیماری بهش نگاه بکنیم یا این یک پروسه طبیعی و عادی است، نباید بیماری بهش اطلاق بشه؟ ببین این نکته خیلی جالبی است و پژوهشگران و کلینیشنز هر کدوم یه ایده‌های متفاوت دارن، یه نظر متفاوت دارن. من به شخصه در زندگی شغلیم باور دارم که سوگواری یه پروسه کاملا نترال یا طبیعی هست. سوگواری یه بیماری نیست. سوگواری فقط اون عشق ما رو نشون میده. آمریکایی ها یه ضرب المثلی دارن، میگن to grieve is to love، و ما هرچی عشق و اهمیت چیزهایی در زندگیمون بیشتر باشه، البته ممکنه که گریف بیشتری رو هم احساس کنیم. بله، خب هرچقدر ما به یه فردی، به یه انسانی نزدیکتر بودیم، نزدیکتر هستیم، از دست دادن اون فرد میتونه تأثیر بیشتری هم روی ما بذاره و تأثیرات طولانی مدت تری رو داشته باشه. حالا در ادامه صحبت از مراحل صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اینکه به اونجا برسیم میخوام ببینم که آیا این سوگواری یا گریف مراتب یا لول هایی داره، لول بالا و پایینی داره، اول و دومی داره، لول ها یا مراتب سوگواری رو شما چگونه تعریف میفرمایید؟ بله، و اگه اجازه بدید قبل از اینکه من به این سوالتون پاسخ بدم برگردم به سوال قبلی که گفتید آیا این بیماری هم هست. ببینید در آمریکا ما یک کتابچه‌ای داریم به نام DSM Diagnostic Statistical Manual و این کتابچه خیلی از روانشناس‌ها و روانپزشک‌ها و سوشال ورکرها ازش استفاده می‌کنن وقتی با مریضی یا کلاینتی گفتگویی دارن و با سپورتشون می‌کنن، کمکشون می‌کنن، حمایتشون می‌کنن. و ادیشن جدید این کتاب DSM گریف رو یا سوگواری رو اینکلود کرده و من honestly عقیدم یه خورده متفاوته و دوست دارم که اینو اینکلود کرده، چون کار ما رو از لحاظ بیمه و بیلینگ راحت کرده، چون میتونیم حالا بگیم که این یه بیماری نیست، این گریفه و از لحاظ اکسس یا به کمک های ویژه رسیدن این بیماران عزیز رو خیلی کمک کرده. ولی این که بگم واقعا سوگواری or to grieve is a disease, it's not. It's a natural part of life. بله، خب شما به DSM اشاره کردید، به کتاب راهنمای روانشناسان و روانپزشکان اشاره کردید،
و یک استادی من داشتم در دوران دکترای خودم، بیشتر تأکیدش بر این بود که این کتاب بیشتر هدفش واقعا همون بیلینگ و همون کدهایی است که ما بتونیم ازش از بیمه برای سرویسی که داریم میدیم پول دریافت کنیم. اما خب به هر حال یک راهنمایی هم هست، یک سری کاتگوری هایی رو داره، یک سری شناسه هایی رو تعریف میکنه که به روان درمانگر کمک بکنه که بتونه با کمک گرفتن از اونها یه تشخیص دقیق تر و درستری رو هم بده، که شما میفرمایید در ادیشن جدیدی که این کتاب آمد گریف هم جزو مطالبی که درش قرار گرفته وارد شد هست. مطالبی خارج میشه، مطالبی وارد میشه، و ما سالها پیش دیدیم که گرایش های جنسی یا دیگر باشان یا هم جنس گرایی از این کتاب خارج شد و دیگه به عنوان یک بیماری روانی بهش نگاه نشد، و میبینیم که خب به هر حال این کتاب هم در حال تغییر و ایوالوه. اما برگردیم به لول ها و مراتب مختلف سوگواری از نظر شما. بله، سوگواری طبقات متفاوتی داره و همونطور که من دارم بهتون توضیح میدم، از شما عزیزان دعوت میکنم که یه عدد پیاز رو در نظر بگیرید، چون همونطور که خواهید دید و شنید سوگواری اگن لایه های زیادی داره و مثل پیاز متاسفانه میتونه اشک ما رو هم بعضی وقتا در بیاره. اولین طبقهش اون پرایمری لاس، در واقع مواجه شدن با اون حقیقت از دست دادن هست و این بستگی داره که ما چه چیزی رو از دست دادیم. دومین طبقه یا secondary loss برمیگرده به چه تغییراتی در زندگی ما اتفاق افتاده به خاطر اون primary loss یا طبقه اول. و بالاخره طبقه سوم یا tertiary loss یه پیچیدگی اضافه است که بیشتر اوقات نادیده گرفته میشه و ممکنه توجه زیادی بهش نشه، اما به هر حال مهمه چون اثرش رو در زندگی ما میذاره. اگه اجازه بدید من یه مثالی رو براتون عرض کنم که یه خورده بیشتر این طبقات رو اکسپلین بکنه. حتما، بسیار عالی میشه. همیشه مثال خیلی بیشتر میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم این لایه‌ها کدوم هستن. حتما بفرمایید. ما در نظر داشته باشیم که ما همسرمون رو از دست دادیم و اون primary loss میشه همون از دست دادن همسر. اگه همسر عزیز ما هر کاری که تو خونه انجام میداده که کمک ما بوده، الان دیگه متاسفانه نه تنها وجود عزیز خودش در خانه نیست، و بلکه دیگه اون کارها هم افتاده رو دوش ما. So in addition to، حالا از آشپزی، تمیزکاری و غیره و غیره، این مسئولیت های اضافه است که حالا افتاده رو دوش ما و یا ما باید خودمون انجام بدیم یا به فکر کمکی باشیم که برامون انجام بده. و این که ما خودمون حالا باید انجام بدیم، ممکنه این باشه که ما ساعتهای کاریمون رو باید عوض کنیم، کارمون رو باید کم کنیم، یا اینکه حتی دنبال کسی باشیم که کمکمون کنه، اون باز یه وقت و انرژی اضافه از ما میگیره و اونها میشه secondary یا tertiary loss که همون طبقات دوم و سوم به حساب میاد، که ما نه تنها همسرمون رو از دست دادیم، پارتنر زندگیمون رو از دست دادیم، و بلکه اون زندگی که قبلا داشتیم رو به یه نوعی از دست دادیم. بله بله، بسیار مثال آگاه بخشی بود. اما خانم نعیمی عزیز، ما از لحاظ آمار چه میدونیم؟ آمار سوگواری ها به ما چی میگه و چقدر این میتونه اون اهمیت رو نشون بده؟ بذارید از تابستان 2019 شروع کنم، بعد میرسیم به آمارهای کووید. در تابستان 2019 قبل از بیماری کرونا،
آمارها نشان دادن که 57% از آمریکایی‌ها عزیزی رو در 3 سال اخیر از دست داد. و از اون 57%، 32% فوت عزیزی بوده مثل دوست یا اعضای خانواده، 20% شامل از دست دادن حیوانات خانگی بوده، 3% فوت همسر بوده و 2% فوت فرزندان. و بعد از کرونا بنا به آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا یا همون CDC Center for Disease Control and Prevention بیش از 976 هزار فرد جان خود را به خاطر بیماری کرونا از دست دادند. و دلیلی که من این آمارا رو براتون توضیح میدم به خاطر اینه که الان بیشتر از هر زمان دیگه مهمه که ما واقعا در مورد یا گریف یا همون سوگواری با هم گفتگو کنیم. و همونطور که شما جناب دکتر رئوفی فرمودید، بحث سختیه، هارد بریکینگ، دردناکه، ولی بهتره که راجبش حرف بزنیم که بتونیم همدیگر رو سپورت کنیم و کمک کنیم در این دوران. بله، اهمیت بالایی داره که ما بتونیم همه این مراحل رو بشناسیم، آگاه باشیم و بتونیم به خودمون و به یکدیگر کمک بکنیم در این شرایطی هم که الان هستیم. حالا این قسمت برنامه میریم یک میان برنامه رو تماشا میکنیم، برمیگردیم. وقتی که برگشتیم میخوایم در مورد مراحل سوگواری صحبت بکنیم، یعنی از زمانی که انسان کسی رو یا چیزی رو از دست میده چه مراحلی رو یکی پس از دیگری طی میکنه، مراحل اولیه رو طی میکنه، وسطی چیه و در نهایت به کجا باید برسه، ما چه انتظاری باید داشته باشیم که در پایان مراحل سوگواری چه انتظاری داشته باشیم. دوستان عزیز با ما باشید، میریم و برمیگردیم. At the center of our systems, we really need. شما بیننده آینه هستید. مهربانان عزیز، برمیگردیم خدمتتون در نیمه دوم برنامه. دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی هستم، همراه کارشناس مهمون برنامه امروز خودمون خانم کیانا نعیمی، مددکار اجتماعی که در حال حاضر در مرکز عصب شناسی دانشگاه UCLA مشغول به کار هستند، همینطور پژوهشگر و محقق بیمارستان کودکان لس آنجلس هم هستند و تجربه سالها کار با سربازان و همینطور نوجوانان در منطقه آموزش پرورش لس آنجلس رو در کار خودشون دارن و کارشناسی ارشد یا فوق لیسانسشون رو از دانشگاه UCLA در رشته سوشال ورک یا مددکاری اجتماعی دریافت کردن. امروز در مورد بحث سوگواری و از دست دادن با هم صحبت میکنیم. در ابتدای صحبتشون فرمودن که سوگواری به احساسات درونی انسان گفته میشه، عزاداری به نمایش‌های بیرونی اون احساسات گفته میشه و در این قسمت میخوایم صحبتمون رو ادامه بدیم در زمینه شناخت از دست دادن و همینطور سوگواری و عزاداری. اما خانم نعیمی، قبل از اینکه به مراحل سوگواری که قول دادم به دوستان در موردش صحبت میکنیم بپردازیم، میخوام یه مقداری شما از نشانه های سوگواری برای ما بگید. اصولا اگر افراد این نشانه ها رو درون خودشون میبینن بتونن متوجه بشن که در مراحل سوگواری قرار گرفتن، نشانه هایی که میتونه بر روی روان، بر روی جسم، بر روی فکر کردن و نوع فکر انسان ها تأثیر بذاره، یه مقداری از این نشانه ها برای ما بفرمایید. البته این علائم و نشانه هایی که من در موردش حرف میزنم
در واقع بعد از سنین 25 سال هست، بزرگسالان بعد از سنین 25 سال برای خانم ها و تقریبا 26-27 برای آقایون، چون میدونیم که مغز آقایون یه خورده دیرتر به رشد بلوغ میرسه و برای کودکان خیلی این نشانه ها متفاوته. ولی از کاتگوری اول فیزیکال شروع میکنیم، یا همون جسمانی فکر میکنم میشه، و عزیزی که سوگوار هستن یا اون گریور ممکنه خستگی مفرط پیدا کنه و واقعا انرژی لیوان رو جابجا کردن نداشته باشه و همونطور دچار خواب نامنظم بشه. ممکنه که خوابش ببره شب، ولی 2-3-4 صبح بیدار شه و به خودش فکر کنه وای خدا چه اتفاقی در زندگی من افتاده. مخصوصا برای عزیزانی که همسرشون رو از دست میدن، ممکنه دیگه نخوان تا مدت طولانی به رخت خواب یا اتاق خواب خود برگردن، به خاطر اینکه هر بار که میرن اونجا یاد همسرشون میفتن. و مهم اینجاست برای ما کلینیشنز که ازشون بپرسیم کجا خوابشون میبره و کجا از هر جای دیگه راحت تر هستن. و متاسفانه به خاطر اون همه خستگی و غم و اندوه، سیستمی ایمنی بدن هم میاد پایین و حالا امکان سرماخوردگی بیشتر میشه. اونم جالب اینجاست که اینو در دوران کرونا فکر میکنیم تا یه خورده گلومون درد میگیره، آبریزش بینی داریم، فکر میکنیم که نکنه کرونا باشه، ولی این ریالیتی رو در حقیقت اینه که من سرماخوردگی معمولیه. و در همون رابطه به خاطر گریف توانایی یا سوگواری توانایی پاسخ دادن به دور و اطرافمون تند میشه، سرعت عمل بدنمون میاد پایین و امکان تصادف و جریمه شدن در رانندگی بیشتر میشه. به قول آمریکایی ها grievers are not good drivers، یا اونهایی که دارن سوگوارها راننده های خوبی نیستن و تا اونجایی که ممکنه سعی کنید رانندگی نکنید. و در همین شکل احتمال داره که اشتهامون عوض بشه، کمتر بشه، بیشتر بشه، بدنمون کربوهیدرات بیشتری به طلبه، چیپس و پفک و غیره و غیره رو، یا اینکه ممکنه کاملا اشتهامون رو از دست بدیم و در طول روز هیچ نخواهیم میکنیم. و بالاخره آخرین نقطه علائم جسمانی در سوگواری اینه که ما اگه برای عزیز طولانی مدت پرستاری کردیم یا کمکی بودیم در خانه و حالا ایشان رو از دست دادیم، تازه متوجه بیماری های خودمون میشیم، مثل دست درد، کمر درد، گردن درد و غیره، که حالا باید به آنها هم یه توجهی داشته باشیم که بیشتر به همون آسیب نزن. یه کاتگوری دیگه کاگنیتیو هست که من فکر میکنم شما بهش روانی اشاره کردید. شناختی، کاگنیتیو بیشتر فکری و شناختی گفته میشه. بله بله ممنونم، فکری و شناختی. و اولیش کانفیوژن هست و پریشانی و گیج بودن، ضعف در تصمیم گیری هم اینجا ممکنه به وجود بیاد. و جناب دکتر رافی، این تصمیم گیری ها تصمیم های مهمی نیستن، not big decisions، تصمیم هایی مثل چی بپوشم، چی بخورم، کی بخوابم، کجا برم و غیره و غیره. و we are easily frustrated، به آسونی از کوره در میریم چون ظرفیتمون واقعا پر شده. یه علائم دیگه اینه که آمریکایی‌ها بهش میگن cotton batting brain، یا همون اصطلاح خودمون که میگیم انگار رو ابراست یا تو هواه. و این بار به خاطر غم و اندوه که ما واقعا متوجه دور و اطرافمون نیستیم.
و ممکنه حتی دچار مشکلات مموری یا به خاطر سپردن هم بشیم. یادمون میره چه کارهایی باید انجام بدیم، کجا باید بریم، کلیدمون رو کجا گذاشتیم. عزیزی داشتم که اومده بود توی آفیس من و میگفت من قبل از اینکه برسم اینجا ساعت ها دنبال کلیدم گشتم. گفتم اوکی، خب آخر کجا پیداش کردی؟ اونم گفت باورت نمیشه، تو یخچال بود. یه تو یخچال گذاشته بودمش چون قبلش رفته بودم یه اسنک کوچیکی بردارم. و همینطور تمرکز خود رو از دست میدیم. ممکنه یه کاری رو شروع کنیم و نتونیم تمامش کنیم تا مدت ها و حسابی بی حوصله ایم برای همدردی از جانب دیگران. حوصله همدردی رو متاسفانه و خوشبختانه نداریم. کاتگوری بعدی ایموشنال هست یا احساسی، که یکیش هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیه. میگن طرف یه جا بند نمیشه و دائم در حال حرکته. That's the hyperactivity، بیش فعالیه. یکی دیگه از اون علائم ها میتونه grief attacks باشه یا حمله غم و اندوه، که بر میگرده به حواس پنجگانه ما or the five senses: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. و ما چه چیزایی رو میبینیم، میشنویم، بو میکنیم، تیستش رو متوجه میشیم و لمس میکنیم و تاچ میکنیم، و اینها همه ما رو ممکنه یاد یا عزیزمون یا چیزی بندازه که از دست دادیم. و بعضی از گریف اتک های دیگه یا حمله دیگه سوگواری میتونه خواه نخواه اتفاق بیفته. وقتی که ما به آرامگاه میریم یا وقتی که به تولدها، به سالگردها، به تعطیلات متفاوت نزدیک میشیم و فکر میکنیم که ای کاش عزیزمون هم اینجا بود و این دوران رو با ما میگذروند. خب ممنون از شما و اشاراتی که به نشانه ها کردید. اما بریم به سراغ مراحل. از زمانی که فردی، کسی یا چیزی رو از دست میده، چه مراحلی رو یکی پس از دیگری باید طی بکنه تا به مرحله نهایی که بفرمایید چه هست برسه؟ شاید بیشتر از ماها به پنج مرحله سوگواری یا گریف آشنا باشیم، و اگرم نیستین من خدا رو شکر میکنم، چون واقعا من این پنج مرحله رو دوست ندارم، ولی براتون توضیح میدم. این پنج مرحله از دکتر الیزابت کوبلر-راس اومده و ایشون یه روانپزشکی بوده که در سال 1969 به خاطر کارش در آسایشگاه یا همون هاسپیس یه کتابی رو منتشر میکنه به نام Death and Dying یا همون مرگ و میر. و در این کتاب راجع به پاسخهای متفاوت بیمارانش می نویسه وقتی اونا متوجه بیماری های لاعلاج می شن. و نکته جالب اینجاست که ایشان هرگز 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 هدفش نبوده که این پنج مرحله رو برای سوگواری به کار ببرن، ولی این اشتباه پژوهشگران بوده و اینطور میشه، چون هدف دکتر کوبلر-راس یه چیز دیگه بوده و برای افرادی بوده که روزهای پایانی زندگی خودشون رو داشتن سپری میکردن، چون اونا در واقع واسه خودشون سوگوار بودن. و الان now we know که گریف یا سوگواری یه محدودیت خطی و زمانی نداره. گریف is not a linear process and it is not ever ending. اما مرحله اول همون دینایل یا انکار کردن، ما نمیتونیم واقعیت رو بپذیریم و در شوک به سر میبریم. مرحله دوم anger، خشم و عصبانیت، که ما از خود و خدای خود و دیگران خشمگین هستیم. مرحله سوم bargaining،
یا چانه زدن که برای خیلی از ماها نظر و نیاز با خدای خود میشه. مرحله چهارم افسردگی و بالاخره مرحله پنجم اکسپتنس یا پذیرفتن که این اتفاق افتاده. ولی به این معنی نیست که just because که این اتفاق افتاده ما با این قضیه کنار اومدیم و راحت هستیم، بلکه دیگه در شک به سر نمیبریم. و به خاطر اینکه این تئوری یا این تئوری قدیمی شده، بذارید یه تئوری جدیدی رو براتون توضیح بدم که یه خورده با جامعه امروز ما بیشتر همخونی داره. در سال 2000 روانشناسی به نام جیمز ویلیام وارن 4 tasks of mourning رو گفتن، یا 4 تمرین سوگواری برای عزیزانی که کسی رو از دست داده بودن. تمرین اول اینه که بپذیریم عزیزی رو از دست دادیم، بتونیم باور کنیم و در شوک نباشیم. تمرین دوم اینه که با درد واقع‌بین باشیم، بتونیم در مورد احساساتمون گفتگویی داشته باشیم. تمرین سوم اینه که سعی کنیم که خودمون رو به محیط جدید وقف بدیم. و بالاخره تمرین چهارم اینه که سعی کنیم زندگی رو از نو بسازیم و البته عزیز از دست رفته رو فراموش نکنیم و تا اونجایی که ممکنه به یاد بیاریم. و دلیلی که من این تئوری رو خیلی دوست دارم به خاطر اینه که وردن هیچ وقت نگفته که از یه تمرین رو باید کامل کنی تا برسی به یه تمرین بعدی. نه، اینطور نیست. ما میتونیم از 1 بپریم به 3، از 2 بریم به 4 و غیره و غیره، تا اینکه این لاس رو یا اون چیزی که از دست دادیم رو یه خورده برامون هضمش راحت تر باشه و بتونیم سر پا باشیم، بتونیم به زندگی ادامه بدیم. بله، مراحلی که یکی پس از دیگری قرار هست که اینها طی بشه و اینی که فکر بکنیم حالا من میخوام در سوگواری باشم ولی افسردگی رو تجربه نکنم، خشم رو نداشته باشم، اونجایی که ممکنه افراد حالا وقتی یه نفر از دست میدن خشمگین میشن که این تقصیر من بود، تقصیر دکتر بود، تقصیر بیمارستان بود، کمکاری فلان کس بود، اینها یک سری احساسات و افکار طبیعیه که به سراغ فرد سوگوار میاد و این مرحله رو باید پشت سر بگذاره، باید این تجربه رو داشته باشه. حالا یه زمانی ممکنه که کمتر زمان طول بکشه، یه مقداری طولانی تر طول بکشه، اما این مراحلی که شما فرمودید بقیده بنده باید پشت سر گذاشته بشه و میشه. اما یه سری سوالاتی هست که مطرح میشه و اون این هستش که ما وقتی فرضاً حالا در بحث از دست دادن یک عزیزی هستیم، چقدر در مراسم خاک سپاری شرکت کردن میتونه بهمون کمک بکنه یا نکنه، و یا اینکه در مورد اون فرد چقدر قراره بشینیم صحبت بکنیم با دوستانمون، با اقواممون حرف بزنیم یا قرار نیست این کارو بکنیم. چقدر تصاویر و عکس‌های فرد از دست رفته رو قراره در منزلمون دوروبرمون داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم؟ در مورد اینها نظرتون چیه؟ چه باید کرد؟ ببینید، تا اونجایی که ممکنه باید با اون ریالیتی یا اون واقعیت روبرو بشیم. تا اونجایی که ممکنه اگه برامون امکان داره مراسم خاکسپاری رو شرکت کنیم، تا اونجایی که باهاش راحت هستیم عکس رو بذاریم بمونه. اگه گریمون میگیره that's okay، هیچ اشکالی نداره، اون فقط این عشق ما رو میرسونه و میگه که ما هم آدمیم، ما هم حس و احساس داریم. and این هیچ اشکالی نداره. و تا اونجایی که دلتون میخواد با عزیزانی که بهشون احساس نزدیکی و صمیمیت میکنید باهاشون بشینید در مورد این لاس ها حرف بزنید.
چون هر چی بیشتر در موردش حرف بزنیم و مکالمه کنیم، یه خورده از اون بار رو از رو دوش ما کم میکنه و ما احساس راحت تری خواهیم داشت. برای همین هستش که مراسم ختم و سوم و هفت و چهلم و سال و اینها به افراد بقیده بنده کمک میکنه که اطرافیان کنار هم باشن، با همدیگه باشن، یک یاداوری اتفاق بیفته و این با هم بودن و کنار هم بودن ها میتونه به افراد در گذروندن این مراحل سوگواری کمک بکنه و کمک کننده باشه. یک موضوع دیگری که اینجا مطرح میشه بحث کودکان هست و ما چگونه میتونیم با یک کودک، چون شما به هر حال کار پژوهشی انجام دادید در بیمارستان کودکان لس آنجلس، میخوام این سوال از شما بپرسم، با یک کودک و نوجوان چگونه ما باید برخوردی داشته باشیم؟ براشون توضیح بدیم ندیم، بدونن ندونن، در مراسم خاکسپاری شرکتشون بدیم ندیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه کارهایی رو نباید انجام بدیم؟ بفرمایید. بله مرسی. ببینید کودک و نوجوانان خیلی فرق دارن و فرقشون اینه به خاطر سنشونه و به خاطر اون کاگنیتیو دیولپمنتشونه. کودکان بین 7 تا 8 سال و زیر 7 تا 8 سال معنی مرگ رو متوجه نمیشن. یعنی چی؟ یعنی میتونه بگن که مامان میدونم که بابا رو از دست دادیم، ولی does that mean he's not coming home tonight؟ ولی این به این معنی است که امشب به خونه بر نمیگرده، به خاطر اینکه اونا معنی loss رو یا death رو متوجه نمیشن و به خاطر همین هست که ما وقتی با بچه ها حرف میزنیم باید تا اونجایی که ممکنه بی از clear یا واضح تا میتونیم. اگه خواستیم براشون توضیح بدیم باید وردهایی یا کلمه هایی به کار ببریم که آنها واقعا متوجه میشن. خب این یعنی چی؟ اگه عزیزی رو از دست دادن بگیم که اینا عزیز فوت کرده و اینکه بدنش دیگه کار نمیکنه، نبضش نمیزنه، قلبش کار نمیکنه، ریه هاش دیگه نفس نمی کشه و غیره و غیره. باید این کلمه ها رو به کار ببریم تا اونها واقعا متوجه بشن و به خاطر داشته باشیم که این بچه ها مموری لانگ ترمشون خیلی کمه و یادشون میده و باید اینو یادآوری کنیم بهشون. And that's okay. اون فقط به خاطر سنشون اینطوریه. هرچه بزرگتر که بشن بیشتر میتونن خودشون به تنهایی اون لاس رو معنی کنن، البته با کمک والدین و یه مینینگ بیشتری ازش بسازن. ولی اینکه بچه ها رو مراسم خاک سپاری ببریم البته و بستگی داره که اون چه عزیزی رو از دست داده باشن و خانواده در چه شرایطی باشن. خانواده اگه فکر میکنن که از لحاظ احساسی نمیتونن مراقب بچه باشن باید یک نفر رو تعیین کنن که حواسش به بچه باشه، ولی of course که بچه در اون مراسم شرکت کنه چون خیلی از سوالها براش پیش میاد که اونجا جوابهاشو میگیره و اونجا بیشتر میفهمه، درک میکنه، understand میکنه و تا اونجایی که ممکنه بچه ها رو ببریم. نوجوان ها باشون حرف زدن یه خورده راحت تره چون از لحاظ cognitively مغزشون بیشتر رشد کرده و مرگ رو میتونن راحت تر پاسس بکنن. بله، یه چیزی که در مورد کودکان مطرح هست این است که اگه ما به کودکان جواب سوالاتشون رو ندیم اونها از خلاقیت های رؤیا پردازانه خودشون استفاده می کنن و یه جواب های عجیب و غریبی پیدا می کنن و ما خیلی دلمون نمی خواد که اونها مجبور به این کار بشن چون اکثرا اون جواب ها خیلی به دور از واقعیت ها هست و به دور از باورهایی که داریم هست.
اینه که اگر ما به اونها کمک بکنیم و ما به اونها بتونیم جواب سوالاتشون رو بدیم و اونها رو مشارکت بدیم در مسائلی که داره اتفاق میفته، یه مقداری از این رؤیا پردازی و تخیلات بیشتر اشتباه و غلط اونها جلوگیری کردیم. اینه که این خیلی اتفاق خوبی است. ما به پایان برنامه رسیدیم متاسفانه و سوالات زیاد دیگری بنده از شما دارم کیانای عزیز که فرصت نشد در این برنامه بپرسم. امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم با همدیگه باز گفتگو داشته باشیم. بحث و موضوع بسیار مهمی هست و یه مطلبی که اینجا جاموند این هستش که ما اگه بخوایم به دیگران کمک بکنیم، کسی که داره سوگواری رو انجام میده، ما چگونه باید کمک بکنیم. اما اینو میذاریم برای یک برنامه دیگه که در حضور شما باشیم با هم دیگه. سپاسگزارم که وقتت رو به ما دادی کیانای عزیز و ممنون همه شما عزیزانم هستم که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه بعدی، بدرود. کارشناسان